Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri sure-i şerh. İn sure dar Makke-i Mukarrama nazil şude ast. Dar in sure zikri kamil kardani ni'meti Allah subhanahu ve taala ve peygamberash Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ham bartaraf sokhtani gham-u andu tangi ve sakhti az peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey Muhammed, آیا سینه‌ات را با نور نبوت و هدایت بعد از تنگی فراخ نساختیم؟ آیا تو را دیرادل مهربان و بردبار نگرداندیم؟ آیا در دشواری ها، مشکلات و مصیبت ها تو را از همه مردم شادمانتر، خوشنودتر، کشاد خاطرتر نساختیم؟ و بار سنگینت را از تو برداشتیم. یعنی به این گونه بار را که بر تو نهاده شده بود کم کردیم. گناهی گذشته و آینده ات را بخشیدیم. از تو راضی و خوشنود شدیم. و عفو و رحمت خود را به تو جاری ساختیم. همان باره که به پشت تو وزنینی میکرد. یعنی باره که پشتت را گرانبار ساخته بود. بر تو بار شده بود. غم و اندوه لازم در تو بود. و غم دائمیت گردیده بود. اما اکنون با آمرزش و رضوان تو را از آن راحت بخشیدیم. و آوازت را برایت بلند کردیم. یعنی یاد تو را در مناره ها، منبرها، دفترها بلند ساختیم. طوری که با ذکر الله سبحانه و تعالی یاد می شود. همچنان نامت در محفل ها و جماعت ها در گذر زمان و اختلاف عصرها یاد می شود. پس بیگمان در کنار دشواری آسانی است. یعنی براستی که بعد از هر سختی آسانی است. بعد از هر تنگ دستی کشایش است. بعد از غم و اندو شادمانی است. و بعد از شب غم صبح شادی فرا می رسد. بنابراین سختی و دشواری دوامناک نیست. و رنج و پریشانی باقی نمی ماند. اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا بیشک در کنار دشواری آسانی است. اما در برابر آن دو آسانی قرار دارد و هرگز یک سختی بر دو آسانی غلبه نمی نماید. پس تو را مژده باد که بعد از هر سختی آسانی است و بعد از هر مصیبت کشایش پدید می آید. و بعد از هر مصیبت کشایش پیدا می شود. پس وقتی که فراغ یافتی به عبادت و نیازش بکش. یعنی وقتی که از کارهای دنیا بیرون شدی در عبادت بکش. به طاعت رو آور. به ادای نفلها و فضائل بیشتر بپرداز و از عملهای نیک توشه بگیر. و ربک فرغب و خالصانه به سوی پروردگارت رو بیاور. یعنی تنها به پروردگارت رو آور. یا مبالغه در دعا از نعمتهایی که در نزد اوست طلب کن و بسیار عملهای نفلی را در پیشگاه پروردگار با خشوع و با فروتنی داشته باش.